ز فروردین شد شکفته چمن، گل نو شد زیب دشت و دمن. کجایی ای نازنین گل من؟ بهار آمده با گل و سنبل، ز بیداد گل نعره زد بلبل. سال نو مبارک. ز فروردین شد شکفته چمن، گل نو شد زیب دشت و دمن. کجایی ای نازنین گل من؟ بهار آمده با گل و سنبل، ز بیداد گل نعره زد بلبل. تصنیف ز فروردین، آواز و ستار سپیده رئیس سادا، تنظیم راسل هارتنبرگر، سازهای کوبه‌ای گروه نکسس، شعر از ملک و شعرهای بهار و آهنگ یحیی زرپنجه. سپیده رئیس سادات، خواننده و نوازنده موسیقی اصیل ایرانی، شاگرد پریسا و پرویز مشکاتیان و محمد رضا لطفی که نخستین بار سال 1377 در فرهنگسرای نیاوران در تهران با گروه نوروز در کنار ارشد طهماسبی بر روی صحنه رفت، در ویژه برنامه نوروزی افق با گروه آمریکایی سازهای کوبه‌ای نکسس بر روی صحنه می‌رود. چرا سپیده رئیس سادات این کنسرت رو با قطعه ز فروردین شروع می‌کند؟ قطعه‌ای که قمرالملوک وزیری و هنگامه اخوان پیشتر اون رو خواندند. همونجوری که هم گفتین، قمر اول از همه این تصنیف یا حداقل اون اجرایی که اون چیزی که من می‌دونستم اجرای اولش رو قمر خونده بود و خب بعد هم بقیه خواننده‌های
خانوم به خصوص بازخونی کرده بودن این تصنیف رو. وقتی که قرار شد که همراه نکسس این برنامه رو برای نوروز اجرا بکنیم، فکر کردم که قشنگ خواهد بود اگر که اون قطعه رو با یک ترکیب جدید و با یک تنظیم جدید بشنویم. از دکتر راسل هارتنبرگر پرسیدم تنظیم تصنیف زفروردین چقدر زمان برد و چه چالش هایی رو به همراه داشت. It took me about a week to arrange Zefarvardin, but previously I had arranged several of the کار تنظیم تصنیف زفروردین حدود یک هفته طول کشید. قبل از این چند کامپوزیشن دیگر قاسمی رو هم تنظیم کرده بودم و به همین خاطر مثل این بود که تمرین قبلی داشتم. از اونجا که این قطعات اصولا نوت ندارند، باید از روی آثار ضبط شده نوت‌ها رو روی کاغذ پیاده می‌کردم و این خودش وقتگیر بود. بعد هم با سپیده مشورت کردم و سپیده پیشنهاد کرد که تصنیف زفروردین برای این وقت از سال مناسب است و اگر او راضی باشد من هم راضی. ز شراب لعل نوشین من رند بی‌نوا را، مددی که چشم مستت به خمار کشت ما را. Thank you.
بخریم هر دو عالم، بدهیم خوبه ها را، بخریم هر دو عالم، بدهیم خوبه ها را. تصنیف مددی که چشم مستت، آواز و ستار سپیده رئیس سادات، آهنگ رضا قاسمی، سازهای کوبه گروه نکسس، شعر از سلمان ساواجی. سنت نوروزخوانی به چه زمانی برمیگردد؟ چه اشعاری خوانده میشد و چه سازهایی به کار میرفت؟ جشنی که از شرق، از در غرب چین، اویغورا، ترکای چین اینو جشن میگیرن، پارسای هند تا اینکه تا اروپای شرقی، اینه که حتی مناطقی در مقدونیه، آلبانی، اینها نوروز رو جشن میگیرن. خب ایرانی ها، افغان ها، تو آسیای مرکزی، همه جا، قفقاز و یک در تمام این مناطق هم به همراه موسیقیه. هنوز در اشعاری هستش که در ازبکستان و تاجیکستان خصوص اینها امروز هم اجراهای ازشون هست و خب دائما این زبانهای مختلف رو استفاده میکنن، حتی در مناطق مختلف ایران با زبان تالشی، تبری، تو مازندران، گیلان، تالش، تمام این مناطق این موسیقی رو اجرا میکردن. میگم امروز من خودم به شخصه خیلی کمتر، حداقل میتونم بگم نشنیدم چیزی که به عنوان سنت اصلی موسیقای ما باشه، ولی به هر حال چیزایی که خوندم خیلی جالب بوده. بیان در واقع اشعاری که استفاده می‌کردن توی این نوروزخونه خیلی با سنت بداهه همراه بوده، یعنی موزیسین‌ها می‌رفتن وارد خونه‌ها می‌شدن و خب یه بخشی از اون مثل حالت ستایش بوده، حالا یا مدح ائمه بوده یا پیامبرا، و بعد مفاهیم اسطوره‌ای رو می‌آوردن توش و بعد شروع می‌کردن در مورد اون صاحب خانه صحبت کردن، سعی میکردن سریع خبردارشن چند تا بچه دارن، کیت قرار سفر زیارتی بره، تمام این اطلاعات میدن و اونو به موسیقی اجرا میکردن و بعد آخرش هم خودشون رو معرفی میکردن که چه کاره هستن که در واقع به نسبت به اون انعامی میگرفتن و میرفتن و خب خیلی محبوب بودن موزیسین‌های نوروزخوان. از موسیقیشون هم میدونم که معمولا به شکل گروهی اجرا میکردن، یعنی مثلا یک تکخان بوده که میگفتن سرخان یا سربیتخان، یا مازندرانی ها میگن شیرخان یا همون شیرخان، که در واقع بندهای اصلی شعر رو میخونده و گروه اون پیخانان یا اون همسرایانش یک ترجیبند رو میخوندن، گوشواره میگفتن، هر گوشواره ها رو در واقع اجرا میکردن و خیلی در مناطق مختلف این هم تنوع ملودی داره و هم متنوع، هم در این حال خیلی مختصات مشترک هستش در اجراهایی که هستش ازش. از نگاه دکتر راسل هارتنبرگر، موسیقی ایرانی کجای موسیقی جهان جای دارد؟ This experience with Persian music is a new thing for me. تجربه کار با موسیقی ایرانی برای من نسبتاً جدید است و بخش زیادی از تجربه‌ام روی موسیقی آفریقا، هند و اندونزی است. این تجربه برای من نوعی کشف و شهود بود. پارسال کلاسی را درس می‌دادم که سپیده هم دانشجوی آن کلاس بود و یک بار درباره این موسیقی سخنرانی کرد که در واقع این نوع موسیقی را به من معرفی کرد و بعد هم نمونه‌ای از کارهای گروه مشتاق را برایم آورد که باب آشنایی و مکاشفه بیشتر را برایم باز کرد و در جستجوهایم کتابی یافتم درباره ریتم موسیقی ایرانی که بسیار برایم جذاب بود. نزدیکترین تجربه‌ام با این نوع موسیقی به این برمیگردد که یکی از دوستانم که دف و دیگر سازهای کوبه‌ای می‌نوازد، انواع ریتم‌های خاورمیانه‌ای را به من نشان داده بود. اما خودم شخصا تا قبل از این پروژه مشترک با سپیده این موسیقی را کار نکرده بودم. به نظر من این موسیقی ترکیب زیبایی است از ملودی و ریتم. ساختار بسیار جالبی دارد و به خوبی با سازهای پرکشن عجین می شود. از یک سو بسیار ساده و از سوی بسیار پیچیده است. قبل از دیدن اجرای بعدی کمی با سازهای گروه نکسس آشنا بشیم. این وایبروفون است. صفحه‌های آلومینیومی و پدال برای کنترل ارتعاش دارد که اینطوری فشارش می‌دهیم و ساز را به صدا در می‌آوریم.
Could you do it again? What the pedal? The pedal mixes. Don't know long. So we push the pedal, mix it. Yeah. Okay. The vibraphone is an invention in the early part of the 20th century. وایبرافون در اوایل قرن 20 متولد شد و بیشتر برای موسیقی جاز مورد استفاده قرار می گرفت. وایبرافون نوازهای معروفی در جاز داریم مثل رد نوروا، لیونل همتون و میل جکسون. این ساز هنوز هم در جاز استفاده میشه و نوازنده‌های معروفی مثل گری برتون داره، ولی در موسیقی کلاسیک و معاصر هم خیلی استفاده میشه. Okay. And these the other instruments we're using are marimbas. They're a xylophone like instrument. مارینبا سازی شبیه به زیلوفون که طیفش کوتاه‌تر است. این یکی که ما اینجا داریم 5 اکتاو است و از جنس چوب روز و در هندوراس ساخته شده است. خاصگاه این ساز احتمالاً آفریقاست که بعد به آمریکای مرکزی رفت. این که ما داریم ورژن آمریکای لاتینی یا اروپایی سازه و شبیه پیانو کوک شده. The differences in the keys. The keys of the vibraphone are metal. تفاوت زیلوفون و وایبرافون در صفحه کلاوی است. کلیدهای وایبرافون فلزی و از جنس آلومینیوم است و کلیدهای مارینبا چوب است و همچنین طیف صدای مارینبا گسترده تر است. This is a gong from Thailand. این گانگ از تایلند آمده و این یکی روی نوت سی یا همان دو کوک شده. Cajon, which is basically a wooden box. کاهون در واقع یک جعبه چوبی و اصالتاً اهل پروست که نوازنده رویش می‌نشیند و آن را می‌نوازد. این یکی کمی مرغوب‌تر است. نوع پرویی فقط یک جعبه چوبی ساده است. این ساز به خصوص در موسیقی اسپانیایی پرطرفدار شده. بی وفا نگار من می‌کند به کار من خنده‌های زیر لب اشوه‌های پنهانی. ساقیا بده جامی زان شراب پنهانی تا دمی بیاسایم زین حجاب جسمانی. زاهدی به میخانه سرخ روز می دیدم، گفتمش مبارک باد بر تو این مسلمانی. بیا سایم
تصنیف وجد تا دمی بیاسایم، آواز و ستار سپیده رئیس سادات، آهنگ رضا قاسمی، سازهای کوبه گروه نکسس، شعر از شیخ بهایی. گفته های سپیده رئیس سادات درباره تجربه کار با گروه آمریکایی نکسس رو بشنویم. یک سال پیش من یک کورسی داشتن به اسم Rhythm and Meter in Cross-Cultural Perspective. منم یک شاگرد در اون کلاس بودم و خب شنیدن موسیقی و خب در واقع پیشنهاد از طرف ایشون بود که این کارا رو تنظیم بکنن و برای من واقعا خیلی با ارزش بود این مسئله، برای اینکه خب میشناختم گروه نکسس و خود راسل خب رئیس دانشگاهمون بود اون سال اولی که من وارد شدم، یعنی هم از در در واقع از در سطح هنری که کارشون داشت و هم از در خب به عنوان معلم من خیلی قابل احترام بود، ولی علل خصوص به این دلیل که یک گروهی با چنین تجربه‌ای روی موسیقی ایرانی کار میکرد برای من خیلی مهم بود. یعنی من در واقع موسیقی رو، این تنظیم ها رو تلفیقی نمیشناسم، من فکر میکنم که دارن نکسس داره موسیقی ایرانی میزنه و حتی چندی ماه دوره که من شاگرد راسل بودم دائما میدم تو کامپیوترش، یه موقعی یک برای پریزنتیشن در واقع میدیدم رو دسکتاپ، همیشه این میدم دائما داره با این قطعات موسیقی ایرانی کار میکنه و تمام ظرافت ها فرض بفرمایید ما مثلا ناخونمون رو ستار خورده بود یا اشتباه، تمام اینا رو دونه دونه با دقت نوت کرده بود و چه خود راسل و چه بقیه اعضای گروه این عشقشون که خب به هر حال با اون تجربه کاری که دارن سال 71 1971 44 ساله که دارن با هم کار میکنن و تو دنیا یکی از سرشناس‌ترین در واقع گروه‌های سازهای کوبه دنیا هستن و به خاطر همین هم من فکر میکنم که با این شوقی که این موسیقی رو اجرا میکردن برای من خیلی اهمیت داشت، علل خصوص همونطور که گفتیم که حدود 14 هست که روی موسیقی بسیاری از جاهای دنیا کار کرده بودن و خب این که این بار موسیقی ایرانی کار بکنن، چه خب این گروه و کلن من کمتر حداقل نمیشناختم که گروهی نه با این کیفیت با هیچ کیفیت دیگه با این علاقه بیان رو موسیقی ایرانی کار بکنن و خود همین برای من خیلی با ارزش بود و تو کارم ازشون خیلی یاد میگم، اون فرهنگی که توی کار، اون روابطی که بینشون هست، هر کدوم توی کار خودشون استاد هستن ولی این حضور و فروتنی که در واقع توی روابطشون هست و شوخیایی که با هم میکنن و این خیلی برای من قابل احترامه و خیلی یاد میگیرم از این فرهنگش. مختصری هم با اعضای گروه نکسس آشنا بشویم. ایشون بیل کان هستند، پروفسور دانشگاه راچستر نیویورک. Good to have you. Very nice to meet you. Okay. Thank you so much. And over here, Gary. Sir, I'd like to introduce you to Gary Kavistad. Hello. ایشون گری کویستاد، مسئول، مؤسس و مدیر وبسایت وودستاک چایمز. For the plug. Chimes heard while we're at chimes.com. 1-800. Bob is a founding member of Nexus. و باب بکر از مؤسسان نکسس، نوازنده زیلوفون که در مردم پسند کردن موسیقی دوره اوایل قرن 20 با زیلوفون فعالیت میکنه. Or the popularization of a lot of music from the early 20th century. Nexus has been together 44 years. ما 44 ساله که در گروه نکسس با هم کار میکنیم. همه فکر کنم یکی دو ساله اون بود که شروع کردیم. 1971. نکسس رو سال 1971 تأسیس کردیم. University of Toronto. I taught at the University of Toronto. من در دانشگاه تورنتو درس میدهم. باب قبلا در دانشگاه یورک تدریس میکرد و دو نفر دیگر از اعضای سابق گروه عضو سمفونی تورنتو بودند. موسیقی ایرانی یک بستر جدید برای ماست که کشفش میکنیم و راسل باعث شد فرصت آشنا شدن با این موسیقی فراهم شود که برای شخص من کاملا جدید است و فرصت کار با یک هنرمند عالی پیش آمد. تجربه فوق العاده است.
All music is world music. به نظرم هر موسیقی موسیقی جهانیه و موسیقی ایرانی هم جزی از اونه. موسیقی ایرانی خیلی قدیمیه و با اینکه قدیمیه برای ما تازه است. به عنوان یک گروه موسیقی سازهای کوبه‌ای برای ما جالبه بدونیم که چه موسیقی‌های دیگه‌ای در جهانه که ما نمی‌شناسیم. از دکتر راسل هارتنبرگر پرسیدم در میانه تنش‌های سیاسی میان آمریکا و ایران کار بر روی موسیقی ایرانی چه احساسی رو در او برمی‌انگیزد؟ From a musical standpoint, it doesn't concern me at all. I think that's the beautiful thing. از دید موسیقایی این تنش‌ها به هیچ وجه مایه نگرانی من نیست. برعکس گمان می‌کنم خیلی هم زیباست. ارتباط بین مردم می‌تواند فارغ از ملاحظات سیاسی استحکام زیادی داشته باشد. به نظر من موسیقی می‌تواند چنین بستری را فراهم کند و باعث ایجاد زمینه مشترک شود تا افراد بتوانند نسبت به یکدیگر شفقت داشته باشند. در مورد ما جرقه ارتباط به سرعت زده شد، هم از لحاظ شخصی هم موسیقایی، و این نشان می‌دهد که اگر امکانش باشد این همان چیزی است که پدید می‌آید. ما را به رندی افسانه کردند پیران جاهل شیخان گمراه.
تصنیف ایشم مدام است، آواز و ستار سپیده رئیس سادات، آهنگ رضا قاسمی، سازهای کوبه‌ای گروه نکسس، شعر از حافظ. از راسل هارتنبرگر پرسیدم تعلق به دو نسل جداگانه چه تأثیری در این کار مشترک داشته است. That doesn't really matter. I think we both play with, we perform with people, musicians of all ages. اصلا مهم نیست. هر دوی ما همواره با موزیسین‌هایی از نسل‌ها و سن‌های مختلف کار می‌کنیم. تا وقتی که آدم به فکر موسیقی و هنر باشه، فاکتورهایی مثل سن افراد اصلا به حساب نمی‌آیند. سپیده فوق‌العاده است. اولین بار که شنیدم موسیقی می‌نوازد، متوجه شدم که یک چیز مخصوصی درش هست و فکر کردم که کار مشترکی با او انجام دهم. و همه کارهای مشترکمان حقیقتاً تجربه‌های خوبی بودند. اینکه آدم‌هایی با سلیقه‌های مختلف می‌توانند احساس مشابهی نسبت به زندگی داشته باشند، خیلی جالب است. پاسخ سپیده رئیس سادات رو به منتقدانی بشنویم که می‌گویند موسیقی ایرانی فاقد نوآوری لازم است. به دلیل اینکه دوران‌های مختلف تمام ژانرهای موسیقی توی ایران نمی‌تونه حضور داشته باشه رو صحنه، اگر یک ژانری امکان حضور پیدا میکنه، همه میخوان که اون چیزی که میخوان رو از اون یعنی خواستشون رو در واقع از اون خواستشون میخوان اون یک ژانر به خصوص ارضا بکنه. من فکر میکنم طبیعیه که مردم در واقع چیز متفاوت میخوان، اما لزوماً بازخونی کردن چیزهای قدیم معنی عقب افتادگی نمیده، چون که در همه جای دنیا یه سری موسیقیهایی که جزو اصطلاح میگن موسیقی کلاسیکشون شده یا اون رپرتوار حالا سنتی یا هر اسمی بخوایم بذاریم، حالا توی سیستم موسیقی ما موسیقی دستگاهی است یا حتی انواع دیگه موسیقی، اجرای دوباره اونها مفهوم بدی نداره، مفهوم در واقع منفی نداره. من خیلی موافق این مسئله این نقدی به نوآوری یا سنتگرایی نیستم. من فکر می‌کنم هنوز تعاریفش در ایران مشخص نشده و به دلیل اینکه خب و مردم هم حق دارن که تعریف مشخص از این نداشته باشن. از دکتر راسل هارتنبرگر پرسیدم اینکه شعر رو متوجه نمی‌شود چه تأثیری بر کار او گذاشته. مهم نیست، چون من شعر هیچ موسیقی دیگری را هم نمی‌فهمم. موسیقی پاپ باشد یا اپرا، در هر صورت شعرش را نمی‌فهمم و فقط به موسیقی توجه می‌کنم. راستش بهتر هم هست، چون میتوانم تمرکزم را به بخش‌های دیگر موسیقی بدهم. وقتی هم که سپیده شعر را برایم توضیح میدهد، میبینم فرق چندانی نمی‌کند. تکنوازی و آواز سپیده رئیس سادات، شعر از حافظ. دوش چه خورده ای دلا، راست بگو نهان مکن، چون خموشان بیگنه روی بر آسمان مکن. باده خاص خورده ای، نقل خلاص خورده ای، بوی شراب میزند، خربزه در دهان مکن. Thank you.
بلبل باغ سرای صبح نشان می‌دهد از در ایوان بخواست بانگ خروسان باز مطرب یاران برست ساقی مستان بخواست شاهد ما برقرار مجلس ما بر از دکتر راسل هارتنبرگر پرسیدم علت این همه عشق گروه نکسس به سازهای کوبه‌ای چیست؟ نکسس هزاران ساز در خودش جای داده. در مورد پرکاشن، اگر آدم نوازنده پرکاشن باشد، مثل این میماند که کارت ورود به جهان موسیقی را گرفته، چون در همه فرهنگ ها پرکاشن هست. ما خوششانس بودیم از اینکه سازهایی داشتیم که ما را به انواع موسیقی رهنمون میشوند. این سازها ما را در ارتباط با افراد دیگر قرار میدهند. افرادی مثل سپیده و ما موسیقی را مینوازیم که قبلا هرگز تجربه نکرده ایم. و این آدم را تازه و جوان نگه می‌دارد. از خوششانسی ما در نکسوس بوده که پرکاشن را انتخاب کردیم، چون که راه خیلی خوبی است برای گذران زندگی. دکتر راسل هارتنبرگر و گروه نکسوس را در اینجا ترک می‌کنیم و به دنیای موسیقی اصیل ایرانی برمی‌گردیم. سپیده رئیس‌سادات و آکادمی موسیقی سرو. نوبت بوس تا رسید
تصنیف نوبت بستان، آواز سپیده رئیس سادات، گروه سرو، آهنگ ایمان وزیری، بیات ترک، شعر از مولانا. از سپیده رئیس سادات درباره علت انتخاب تصنیف عشق گل که پیشتر ملوک زرابی اون رو خوانده پرسیدم. خب من شدید علاقه شخصیه به شخص صدای ملوک زرابی رو دوست دارم. اون حال یک صدای سوخته‌ای داره که رو من تأثیر میذاره، به هر حال واقعا یه چیز شخصیه، ولی غیر از اونم منش موسیقیش رو دوست دارم و خب قطعاتی که اجرا کرده دوست دارم. بیشتر به عنوان ضربی خان میشناسن ملوک ضربی رو که استاد در واقع ضربی خانی بوده، ولی خب صفاتی دارم ازش که آواز خونده و آواز بسیار زیبا خونده، دوره جوانتر در واقع جوانتر بوده. و این قطعه هم که اجرا میکنیم هم یک بخشی از اپرات خسرو شیرین هستش که با ارکستر جامع باربد اجرا کرده بوده ملوک زرابی، و ما هم سعی کردیم به خاطر من در واقع دوست داشتم این قطعه رو به خاطر شعرش، فکر کردم که چون در واقع در وصف گل هستش و شاید مناسبتی داشته باشه با نوروز، این شعر رو انتخاب کردم و این قطعه رو. Thank you.
تصنیف عشق گل، آواز سپیده رئیس سادات، گروه سرف، ابو عطا، اجرای اصلی ارکستر باربد با آواز ملوک زرابی، بخشی از اپرای خسرو شیرین بوده. شاعر این قطعه هم ناشناس هست. ویژه برنامه نوروزی افق رو با یاد قمرالملوک وزیری آغاز کردیم، با یاد ملوک زرابی به پایان رساندیم. در پایان آرزوی نوروزی سپیده رئیس سادات برای سال نو رو بشنویم و یادی که او از رضا قاسمی میکنه، آهنگساز شماری از قطعاتی که امشب شنیدید. به همه مردمی که اسمشون رو بردیم در مناطق مختلفی که نه فقط فارسی زبان، حالا حتما مردم تاجیک و افغان و ایران میشنون احتمالا این موسیقی، ولی برای همه مردمی که این روز رو جشن میگیرن، آرزوی سالی پر از شادی و گرما و خوشبختی میکنم. در مورد رضا قاسمی هم خیلی مهمه که در مورد رضا قاسمی بگم، چون من فکر میکنم که در واقع این خط واصل بین من و نکسوس در واقع رضا قاسمی بوده و کارهای ایشون. خب من فکر میکنم اگر که قطعات ایشون نبود این همکاری اتفاق نمیافتاد، چون من آلبوم های دیگه هم داده بودم به راسه و موسیقی دیگه ایرانی هم غیر از اون قطعات هم شنیده بودم، ولی به خصوص چیزی که میپرسیدم خودشون میگفتن که به خصوص من یه رابطه خاصی با قطعات رضا قاسمی احساس میکنم. تمام پیشینه ای که آقای قاسمی دارن به عنوان رمان نویس، به عنوان کارگردان تئاتر، به عنوان یک موزیسین، این توی کارشون نمایانه و من فکر میکنم که راسل این نقطه رو احساس کرد، این رابطه رو برقرار کرد و من خوشحالم که دوباره این کارا ضبط شده با یک ترکیب دیگه و خوشحالم خیلی از این همکاری. ز فروردین شد شکفته چمن،
گل نو شد زیب دشت و دمن، کجایی ای نازنین گل من؟ بهار آمده با گل و سنبل، زبیداد گل نعره زد بلبل. سال نو مبارک. صدای آمریکاست.